بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه دوم جدی سال 1396 خورشیدی برابر می‌شود با 23 دسامبر سال 2017 میلادی. به این مجموعه خبری خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، هشدار عطا محمد نور به رئیس اجرایی و رئیس جمهور. دندانایی که سر مایی تیز کرده دندانایش با کمک خودم میکشه. انتقاد و کم مصرف شدن بودجه انکشافی. پیشبینی ها و پلانگذاری های دقیق نیست، بودجه و مصرف نمیرسه. و بلند رفتن آمار تلفات در طوفان فلیپی. مشروع خبرها، عطا محمد نور کنار رفتن از پست ولایت بلخ را وابسته به اعضای رهبر جمعیت اسلامی و صلاح الدین ربانی میداند و میگوید هیچ قدرتی وی را از بلخ کنار زدن نمیتواند و در حال حاضر با کارش ادامه میدهد. آقای نور همچنان عبدالله را مار آستین خطاب کرده و تاکید میکند که عبدالله علیه وی دندان تیز کرده و این دندان را میشکناند. در ششمین روز منظوری استعفای عطا محمد نور بیشترین انتقاد به آدرس ریاست اجرایی است و حتی آقای عبدالله عزت فروش و مار آستین خطاب می شود. عطا محمد نور می گوید آقای عبدالله به فرماندهان جهادی، خانواده احمد شاه مسعود و فرماندهان همسنگرش خیانت کرده است. ای آدم، ما خطا کردیم، اشتباه کردیم، ای مار آستین است، ای متاسفانه این میاله رهبری جمعیت میخواد پارچه بکنه. تا اکنون عبدالله رئیس اجرایی کشور هیچ واکنش در مورد منظوری استعفای آقای نور نداده است. عطا محمد نور اما او را به تخریب شخصیتش از زمان انتخابات تا اکنون متهم میکند و میگوید دندانهایی را که عبدالله علیه وی تیز کرده میشکند. 20-30% اگر رئیس جمهور تلاش کرده باشه به برطرفی ما، چون واقعا مسلمان زیاد گپا زده میشه. به خاطر شما ملت، به خاطر بی‌نظمی و به مشکلات که در این نظام وجود داشته، 70-80% دکتر عبدالله مار آستین علیه ما تخریب کرده و مشکل خلق کرده. دندانایی که سر مایی تیز کرده دندانایش به کمک خودم میکشیم. سرنوشت منظوری استعفای عطا محمد نور در ولایت بلخ به تصمیم صلاح الدین ربانی رهبر حزب جمعیت سپرده می شود. اما آقای نور هشدار می دهد که در صورتی که ارگ به خواسته های حزب جمعیت تفاهم نکند، والی بلخ باقی خواهد ماند تا پروژه های داعش سازی را ناکام کند. هر صلاحیت، هر تصمیمی که می گیرند، فیصله که می گیرند، صلاحیت دارند و برای من رای الاجراست، چون بیعت شرعی دارم تا امروز در جمعیت پا فراخ نمانیم، اطاعتش برای ما واجب است. ارگ ریاست جمهوری اما در آخرین مورد خواست حزب جمعیت مبنی بر تجدید نظر در مورد منظوری استعفای عطا محمد نور را رد کرده است. محور مردم افغانستان از حکومت و عطا محمد نور میخواهد هر چه زودتر به تفاهم سیاسی برسند و کشور را بیشتر از این به بحران نبرند. اعضای محور مردم افغانستان آقای نور را یکی از طرفهای اصلی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی خوانده، خواستار آغاز مذاکرات برای حل تنش‌ها میان ارگ و والی پیشین بلخ هستند. در همین حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز خواهان حل زودهنگام این تنش‌ها هستند. بحران قدرت در بلخ و بنبست میان ارگ و جمعیت اسلامی. هنوز روشن نیست که ادامه تنش‌ها میان عطا محمد نور و رئیس جمهوری چه بحران‌هایی را متوجه افغانستان خواهد ساخت. اما ادامه این تنش‌ها جریان‌های بزرگ سیاسی افغانستان را به شدت نگران ساخته. محور مردم افغانستان از آقای نور و رئیس جمهور می‌خواهد برای حل این کشیدگی وارد مذاکرات سیاسی شوند. تصور ما است که موضوع به اساس یک مذاکره و موافقه سیاسی با وجود بیاید. هر توافقی که بتانه ثبات را به افغانستان برگردانه و بحران را بتانه مدیریت بکنه به سمت ثبات و امنیت، ما طرفدار یک چنین راه حل است.
قانونگذاران افغان نیز ادامه تنش‌ها میان ارگ و عطا محمد نور را برای افغانستان زیانبار می‌دانند و برای حل آن خواستار انعطاف پذیری میان دو طرف هستند. مشکلات متعددی حکومت فشار می‌ده، یک مشکل دیگر باید افزون نکنه، هم حکومت انعطاف بده هم جمعیت اسلامی تا وطن به بحران نره. چند روزی پیش کاخ ریاست جمهوری امضای استعفای عطا محمد نور والی بلخ را اعلام کرد، اما آقای نور میگوید رئیس جمهور حق برکناری او را نداشته و بدون پذیرفتن پیش شرط هایش آماده کنار رفتن از سمت ولایت بلخ نخواهد بود. سازمان ملل تا کنون هیچ همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات پیش رو نکرده است. کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد میکند که شریکان انتخاباتی این کمیسیون پیوسته درباره پرداخت هزینه انتخابات وعده میدهند، اما به آن عمل نمیکنند. این کمیسیون همچنان نگرانی میکند که طرح دوم برگزاری انتخابات پارلمانی با شناسنامه‌های کاغذی به دلیل عدم پرداخت بودجه آن با ناکامی روبرو شود. گزارش از همکارم باعث حیات ببینید. بی‌باوری ها میان سازمان ملل و کمیسیون مستقل انتخابات. سازمان ملل در نشست شورای امنیت این سازمان از کنکاری کمیسیون مستقل انتخابات خیلی گله و شکوه داشت، اما کمیسیون انتخابات انتقاد میکند که سازمان ملل در روند برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها هیچ گونه همکاری قابل لمس نکرده است. انتظار ما زیادتر از این بوده، اما تا هنوز کدام همکاری ملموس که در انتخابات تأثیر بسیار زیادی داشته باشه با ما صورت نگرفته. در طرح تازه کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات با بهره‌گیری از شناسنامه های کاغذی 29 میلیون دلار برای انتخابات هزینه پیش بینی شده و پیشنهاد آن از یک هفته به این سو به حکومت سپرده شده، اما عدم پرداخت این بودجه از سوی شریکان خارجی کمیسیون انتخابات نگرانی کلیدی کمیسیون است تا مبادا این طرح هم با ناکامی روبرو شود. هنوز هم ما در خوف ما همیست که اگر بودجه او در وقت و زمانش فراهم ساخته نشود، کمیسیون مجبور است که این طرح خود هم به چالش کشانیده شود. پیشرفت در کار کمیسیون وابسته و پرداخت هزینه انتخابات از سوی شریکان انتخاباتی کمیسیون پنداشته می شود. پیشرفت ها به هیچ وجه قابل قناعت نیست. کمیسیون در یک باب پراگندگی قرار دارد. موضوعات منسجم نشده، برنامه برای برگزاری انتخابات تسجیل نشده. در طرح نخست کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها با بکارگیری از سیستم بایومتریک شده بود، اما شریکان انتخاباتی کمیسیون حاضر به پرداخت هزینه آن نشدند، آنچه که این طرح را با ناکامی روبرو ساخت. همزمان با پایان یافتن سال مالی 1396 خورشیدی، 39 واحد بودجه کشور کمتر از 40% از بودجه و 14 واحد بودجهی هم بلندتر از 40% بودجه توسعهشان را به مصرف رسانند. بر بنیاد فهرستی که به آریانا نیوز رسیده نشان می‌دهد که واحدهای بودجهی تنها کمتر از 38% بودجه توسعهشان را به را مصرف کردند. با تماس های مکرر وزارت مالیه در این مورد حاضر به گفتگو با آریانا نیوز نشد. سمیرا ظفری گزارش می دهد. پایان سال مالی 1396، اما ناکامی فاحش واحدهای بودجه‌ای در مصرف بودجه توسعه‌شان. به اساس فهرستی که به آریانا نیوز رسیده است، واحدهای بودجه‌ای توانستند تنها 38% از بودجه‌شان را مصرف کنند. در این میان اداره حسایه مرکزی کمتر از 1%، اداره حفاظت از محیط زیست 2%، حج و اوقاف 18% و وزارت ترانسپورت با 17% از جمع واحدهای بودجه‌ای هستند که کمترین مصرف بودجه‌ای را داشتند. سبب از این میشه که پروژه تطبیق نشه و دونرها دوباره پولایی که کمک شده اینا دوباره مسترد شوه. از این میان با وجود نامنی ها در کشور، وزارت داخله با 38% و وزارت دفاع ملی با 32% در بخش امنیتی کمتر از 40% واحدهای بودجویشان را مصرف کردند. در میان 53 واحد بودجوی تنها 14 واحد بودجوی بیش از 40% واحدهای بودجویشان را مصرف کردند، که از این میان ریاست امنیت ملی 98%، وزارت مهاجرین 64%، وزارت زراعت 62% و وزارت مالیه با 58% بیشترین مصرف بودجوی داشتند.
با این همه مصرف بودجه از سوی واحدهای بودجوی برای برخی از اعضای مجلس قناعت بخش نیست. بس امنیت است، فساد است، داد و گرفت در قراردادها است، پیش بینی ها و پلان گذاری های دقیق نیست، بودجه به مصرف نمیرسد. وزارت مالیه حاضر به پاسخگویی در مورد وضعیت مصرف بودجه کشور نشد، اما باورها بر این است که با وجود گسترش فقر و بیکاری در کشور، مصرف نشدن بودجه مالی فشار دیگر بر شانه های مردم خواهد بود. اعضای مجلس نمایندگان از عملکرد حکومت در برابر سرنوشت کشور و مردم سخت انتقاد می کنند. این نمایندگان می گویند که حکومت مسئولیتش را برای حل چالش ها در کشور انجام نداده و در تلاش دسیسه سازی در برابر شماری از جریان های سیاسی است. با این حال معاون دوم مجلس نمایندگان از حکومت می خواهد تا به فرهنگ سرپرستی پایان دهد و حکومت را قانونمند سازد. رفیع صدیقی جزئیات می دهد. در حالی که کشور وضعیت دشوار را تجربه می کند، اما حکومت نتوانسته تا چالش های موجود در کشور را از میان بردارد. نمایندگان مردم در مجلس با ابراز این مطلب می گویند که بسیاری از دسیسه ها و چالش ها در درون ارگ سازماندهی می شود و حکومت برای عملی شدن قانون در کشور اقدام نمی کند. موږ په حکومت کې د چا زور نه منو که گزاره سره کو دغه په وخت سره پرکو سره پرمې کو کنیم دغه ګوتڅنډنی دا زور د فشارونه که فشارونه کې ولا واوري چې د څلورو او زور زنو سره دغه باندې وسی ای کواره د ارگ برنامه ریزی می شد. انمی ارگ چند نفر هستند؟ 3-4 نفر هستن. میخواین افغانستان طرف بحران ببرن. تا زمانی که 4 وزیر سرپرست نیاین و معرفی نشن به بودجه حکومت افغانستان رای نتن، بی از اون بودجه ایران که رای دادیم وکیل صاحبای محترم عملی نشدد. با این حال معاون دوم مجلس نمایندگان از حکومت میخواهد تا به فرهنگ سرپرستی پایان دهد و با معرفی سرپرستان به مجلس نمایندگان حکومت را قانونمند سازد. حکومت معنی غکه او چې د سرپرستۍ لړۍ نور د پایټکۍ ورته کېدي. څلور سرپرست وزیران هر څومره عجل چې کېدلی سي ماری پی کی د دې تر څنګ مستقل رئیسان او حتی قضات موږ تاسو لرو، دا باید ماری پی سي، حکومت نور قانونمند سي. باورها بر این بود که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی وضعیت در کشور بهبود خواهد یافت، اما با گذشت بیش از 3 سال مردم وضعیت دشوار را تجربه می کند و نسبت به آیندهشان نگران هستند. دوباره خوش آمدید. چند خبر کوتاه از جهان ببینید. بیش از 100 نفر در طوفان گرمسیر در جنوب فیلیپین کشته شده و 10 نفر هم ناپدید شدند. طوفان تنبین سبب بروز سیل و رانش زمین و جریان گل در جزیره مندانائو، دومین جزیره بزرگ فیلیپین شده است. دو شهر پیاگاپو و توبوت شدیدترین آسیب ها را دیده و بسیاری از خانه ها به دلیل برخورد تخت سنگ ها تخریب شدند. سرعت طوفان تنبین به 80 کیلومتر در ساعت می رسید. این طوفان از جزیره مندانائو عبور کرده و در حال تغییر مسیر به غرب است. طوفان تنبین قرار است پس از 3 روز به ویتنام برسد. طوفان های گرمسیری بارها خسارات را به فیلیپین زده است، اما جزیره مندانائو معمولا هدف چنین طوفان های قرار نمی گیرد. در روستاهایی که در مسیر طوفان بودند، آب رودخانه ها بالا آمده و خانه های روستاییان را برده است. امدادگران در تلاش برای نجات جان افرادی هستند که زیر گل و لای ماندند. شورای امنیت سازمان ملل با اتفاق آرا تظاهرات شدید جدید را بر کره شمالی وضع کرد. وضع تظاهرات جدید بر کره شمالی پاسخ در برابر آزمایش های پیهم میزایل های بالستیک پیونگ یانگ است که به گفته مقامات آن کشور قادر است هر نقطه ایالات متحده را هدف قرار بدهد. تظاهرات جدید که مورد تصویب شورای امنیت ملل متحد قرار گرفته شامل واردات تیل تصفیه شده است. علاوه بر آن بر اساس تظاهرات تازه وضع شده، همه شهروندان کره شمالی که در خارج از آن کشور به سر میبرند باید تا 12 ماه آینده به کشورشان برگردند. اما تظاهرات تازه وضع شده در برگیرنده تظاهرات شدیدی نیست که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد شده بود. اداره رئیس جمهور ترامپ خواهان منجمد کردن دارایی های کره شمالی و رهبران کیم جونگ اون شده بود. دوباره خوش آمدید و حال هم توجه کنید به رویدادهای اقتصادی.
وزارت احیا و انکشاف دهات از طریق برنامه میثاق شهروندی در سال مالی 1396 بیش از 55 میلیون دلار هزینه کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید با این مقدار پول در 124 ولسوالی برنامه های توسعه ای را عملی کردند و در سال آینده پروژه های بیشتری از طریق این برنامه عملی خواهد شد. برنامه میثاق شهروندی که جایگزین برنامه همبستگی ملی در بخش‌های دورافتاده افغانستان است، بیش از یک سال از آغاز آن می‌گذرد. وزارت احیا و انکشاف دهات می‌گوید در سال مالی 1396 بیش از 55 میلیون دلار را در 124 ولسوالی از رهگذر این برنامه ملی هزینه کرده است. بیش از 55 میلیون دلار آمریکایی را در بالاتر از 3500 شورا و قریه در 124 ولسوالی و مربوط 34 ولایت افغانستان سرمایه گذاری کرده. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید تلاش ها جریان دارد تا در سال آینده برنامه میثاق شهروندی در همه بخش های افغانستان وسعت یابد و برنامه های زیاده را از طریق این برنامه عملی سازد. مصمم بودن چنین چیزی اگر تطبیق شود آنم به صورت درست تطبیق شود و آنچنان که در خط است تطبیق شود بسیار خوب است. حکومت افغانستان در نشست بروکسل تعهد کرده است که تا سال 2020 میلادی 1 میلیارد دلار را از طریق برنامه میثاق شهروندی در 34 ولایت کشور هزینه کند که بیشتر این پول از سوی بانک جهانی پرداخت خواهد شد. یک نوجوان در ولایت غزنی با استفاده از قطعات چوب و وسایل برخی از کار افتاده ربات‌های مانند چرخبال، جرثقیل، لاری و چند وسیله دیگر ساخته است. گزارش در این مورد از همکارم ببینید. احسان الله دانش آموز صنف 8 است. او ابتکاراتی که طی 3 سال به خرج داده اکنون به نمایش می‌گذارد. نمونه های دست ساخت هایش نزدیک به 20 قطعه وسایل برقی می رسد. او این وسایل را از قطعات چوب و وسایل کار افتاده برقی ساخته است و از دولت می خواهد تا زمینه ابتکارات بیشتر را برایش مهیا سازد. دو تیاره می باشه، تیاره بسرنشین و تیاره هلیکوپتر می باشه، دو اسکاواتور که یک اسکاواتورش برقی می باشه و یک دیگه توسط باد کنترل می شه و از جمله ماشین خمیر، ماشین کالاشویی، ماشین لیفت و موتور خاک. وی همچنان میگوید ساخت یک ربات هوشمند را نیز روی دست دارد که جسامتش به اندازه یک انسان میباشد. یک ربات هوشمند، هوشمند یعنی که از دور کنترل میشه و میتونه با یک کیلوگرم با خود به هر طرفی ببره و میتونه با هر طرف حرکت کنه و قادر به انجام دید سه طرف خود می باشد. انتقادهایی وجود دارد که حکومت برای ابتکارات اینچنینی هیچ ارزش قائل نشده است. در ادامه هم توجه کنید به نرخ ارزها در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی و 50 پول، یک یورو 82 افغانی و 20 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 85 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 60 پول، 1000 کلدار پاکستانی 632 افغانی و 1000 کلدار هندی هم 1070 افغانی. اکنون وضعیت هوا. کابل نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. هرات نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4. و سرانجام غزنی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4 پیش بینی شده است. از امروز شما هم خبرهای این ساعت آریانوس سپاسگزاریم. شب بخیر شما باشید. خداحافظ.